تهران 8 مارس 1357. تظاهرات گسترده زنان. هزاران زن در ایران و گوشه و کنار جهان به میدان آمدند تا تولد جنبش رهایی زن را در جمهوری اسلامی اعلام کنند. ما 4 زن فرانسوی بودیم که 8 مارس و تمام روزهای هفته انقلاب زن را همگوش زنان ایرانی گذراندیم، در تحصن، در تظاهرات، در میتینگ و جلسات بحث. تعداد زیادی از ما در پاریس و لیون و مارسی و بردو با تمام قوا کوشیدند جنبش زنان ایرانی را معرفی کنند. ما شورش و جشن، قهر و پیروزی زنان ایرانی را روز به روز منعکس کردیم. ما اعضای جنبش رهایی زن در فرانسه اعلام می‌کنیم که وقتی زنان ایرانی پا به میدان مبارزه می‌گذارند، به معنی پیشروی زنان سراسر دنیاست. شعارها این بود: 8 مارس نه شرقی نه غربی، جهانی است. در طلوع آزادی جای زنان خالی است. ما زنان ایرانی در زنجیر نمی‌مانیم. بدون رهایی زن انقلاب بی‌معناست. و شعارهای دیگر: ما حجاب نمی‌خواهیم، زنان مبارزه می‌کنند، زنان زحمت کشند. ماموران انتظامی کشیدند با تیراندازی هوایی جمعیت را متفرق کنند و زنان فریاد زدند: ما نمی ترسیم، ما نمی ترسیم. 8 مارس زنان در گوشه و کنار تهران با شور و هیجان بحث می کردند. زن بی حجابی می گفت: تظاهرات علیه حجاب فرصتیه که زنان با هم اعلام همبستگی کنند. حجاب مسئله مردونه است، مسئله غیر قابل تصور. همیشه مردها مدافع حجاب بودند. ما هم مثل مردها شهید دادیم، با حجاب و بی حجاب مبارزه کردیم برای آزادی خودمون و همه مردم. ولی اگه خمینی بخواد اینطوری رفتار کنه، خمینی کنتینیو هستی ما کی سوین و مسلمان جو کی فر ما رلیجیون میگردم از دینم هم میرم بیرون. کس کس این شاده خودین فهم ویش سو که سا وی کامونس الیز اونخا ساوین خانم ما بچه‌هامون درس خوندن میخوان آزاد باشن. اگر اینجور باشه سالها چادر سر کردم، چادر نمیذاره تکون بخورم، حتی بچه‌مو نمیتونم بغل کنم. امروز برای این به تظاهرات نیومدم که بگم چادر نمیخوام. من 6 تا دختر دارم، نمیخوام دخترام چادر سر کنن، نمیخوام مردم مجبورشون کنن چادر سر کنن. اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم. Pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le tchador. تظاهر کنندگان در مقابل بیمارستان. En passant devant l'hôpital, les femmes crient: Salut les infirmières, rejoignez-nous. اکثر عمل‌های متعصبین مذهبی شدیداً خشونت‌آمیز بود. به تظاهرکنندگان توهین کردند، به آنها حمله بردند و به ضرب و شتم زنان پرداختند. دختری می‌گفت: هفته پیش تو خیابون احساس خطر کردم. به من گفتن چرا چادر نداری؟ اصلا احساس امنیت نمی کردم. هر ماشینی که رد می شد یه چیزی بارم می کرد. به خودم می گفتم باید عکس‌العمل نشون بدم و از خودم دفاع کنم. ما قبلا هم تظاهرات کردیم. اون موقع ارتش تو خیابون بوده و با خطر مرگ روبرو بودیم. نترسیدیم و مبارزه کردیم. حالا چقدر ترسی از این چند تا مرد داریم؟ مسئله حجاب رو مطرح کردن، ما همه زنا و اونایی که واقعا وقتی انقلاب شد، همه مردم برای آزادی از شر امپریالیسم آمریکا مبارزه کردند. زن و مرد همه به خیابون آمدند، برای خواسته هاشون مبارزه کردند و پیروز شدند. ما هم درس می‌خوندیم، هم در بیمارستان کارآموزی می‌کردیم. روزهای انقلاب زخمی‌ها رو درمون می‌کردیم. بعدن که ارتش تسلیم شد و انقلاب پیروز شد، همه در خیابون بودیم. خمینی گفت: تظاهرات بسته، به خونه‌هاتون برگردید. ما هم رفتیم.
et où la révolution a triomphé, nous étions dans les rues. Et puis l'ayatollah Khomeini a dit, ne faites plus de manifestations, n'allez plus dans les rues. Alors nous sommes retournés à l'école. Mais depuis jeudi dernier, از پنجشنبه دوباره ما به خیابون اومدیم و گفتیم حجاب نمیخواد. اگر میخواستید این کارو بکنید میگفتید. ما برای برابری حقوق زن و مرد اومدیم. زنان وکیل از همه زودتر عکس العمل نشون دادن. ما هم پیروی از اونا کردیم. ما میخواییم مبارزه کنیم. همین الان باید حرفمونو بزنیم. وقتی قانون اساسی رو نوشتن دیگه خیلی دیگه. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, quand la Constitution sera écrite, ils ne nous accorderont plus rien. Nous ne manifestons pas seulement pour le problème du voile, mais pour tout un ensemble de choses beaucoup plus importantes. Les femmes avocates ont été les premières à réagir et à faire des manifestations, et nous les avons suivies. Maintenant, elles sont en désaccord avec nous. Elles disent que ce problème est résolu. Mais nous, nous voulons poursuivre notre lutte. ما نمیتونیم با اون حجاب و با اون چیزهایی که اونا میگن بتونیم اونقدر که دلمون میخواد و میتونیم به مریضای خودمون کمک بکنیم. در تهران با کیت میلت فعال جنبش زنان آمریکا گفتگو کردیم. 10 تا 15 هزار زن در این تظاهرات شرکت کرد. در آمریکا بسیج اینطوری جمعیت آسون نیست. اینجا کافیست روی یک تکه مقوا بنویسن همه جمع میشن. این زنان سالها تحت ستم بودن و یک انقلاب را گذروندن و از کشته شدن هراس ندارن. جلوی تانک ها ایستادن و پیروز شدن. این حرف را از زبان هیچ فمینیستی نشنیده بودم. Tout le monde y va. Parce que ces femmes non seulement ont été réprimées pendant très très longtemps, mais ce sont aussi des femmes qui ont fait la révolution. Elles ont été dans les rues, elles savaient qu'elles-mêmes pouvaient être tuées par le chat et ses troupes. Ce sont celles qui ont eu le courage de sortir face au char, le courage de se soulever. Et beaucoup de femmes m'ont dit que pour leurs droits, elles pourraient se faire tuer, ça ne fait rien, la lutte doit continuer. Je n'ai jamais entendu des féministes dire des choses pareilles. The struggle has to go on. I have never heard feminists speak this way. تظاهرات دانش آموزان. دانش آموزان اینقدر از تظاهرات کردن خوششان می آید که هیچ کس به فکر تمام کردن تظاهرات نمی افتد. مژگان می گفت می خواهم آزاد زندگی کنم. هرچی رو هر وقت دلم می خواد بگم. هر کاری رو که می خواهم بکنم. من فشار رو تحمل نمی کنم. می خواهم هرچی رو تا به حال نمی تونستم بنویسم و بنویسم. مادرم مثل من فکر می کنه و طرفدار آزادیه. اونم فشار رو تحمل نمی کنه. Elle ne supporte pas de ne même pas pouvoir se promener dans la ville. Après le 8 mars, de plus belle. بعد از 8 مارس که با شکوه برگزار شد، زنان ایران راه خود را ادامه دادند. شنبه 9 مارس میتینگ در دانشگاه، یک شنبه دهم تحصن در برابر کاخ دادگستری و ارائه خواسته ها. همون شنبه خمینی عقب نشینی کرد و اعلام کرد که حجاب اجباری نیست. این اولین پیروزی زنان بود. روز 12 مارس دانشگاه تهران و میدان آزادی بار دیگر صحنه تظاهرات 20,000 نفری زنان بود. آنها می گفتند ما بیدار شدیم. تظاهرات ما فقط به مسئله حجاب نمی‌پردازه. مبارزه ما ابعاد گوناگون داره. دستمزد برابر در مقابل کار برابر. حق اشتغال زنان، آزادی بیان، مطبوعات، گرد همایی و تشکر. قبلا زنان ایرانی هیچ چیز نداشتند. ایران حدوداً 4,000 زندانی سیاسی زن داشت. زنان در جریان مبارزه با شاه سیاسی شدند. تظاهرات آنها بعد از انقلاب ادامه آن مبارزه است. ما تا رهایی کامل زنان مبارزه را ادامه می دهیم. بدون رهایی زنان هیچ انقلاب واقعی نمی تواند وجود داشته باشد. در این صحنه می بینیم که زنان در مقابل ساختمان تلویزیون پشت به جماعت متعصبان مذهبی تحصن کردند. یکی از تحصن کنندگان اینطور گفت در تلویزیون ما حق هیچ صحبتی نداریم. فقط جمهوری اسلامی حق صحبت دارد. 10 تا 15 هزار زن تظاهرات کردند. اصلا چیزی نگفتن. آقای قدساده خوشش نیامد. فقط گفتن چند تا زن با چاقو اومدن جلوی ساختمان جامع جمع جمع شدن. ما اومدیم تظاهرات کنیم تا بگیم حکومت حق نداره به ما بگه این کارو بکن اون کارو نکن. زنان خودشون حق تصمیم گیری و انتخاب دارن. Des femmes qui travaillaient à la télé, ils sont manifestés pour qu'ils veulent travailler, mais
Monsieur Retzade, elle ne permet pas. Alors ils ont dit seulement qu'ils avaient des femmes qui sont manifestées devant la télévision et il avait des femmes qu'il avait des couteaux à la main et c'était ça, c'est tout. Et nous, les 15 000 femmes, on n'a rien fait. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, c'est-à-dire on n'a rien fait. La manifestation, c'était rien. Les femmes ne doivent pas juger, les femmes doivent mettre le tchador, les femmes doivent faire ça, les femmes doivent faire ça. On a fait des manifestations pour dire que le gouvernement libre n'a pas droit de dire il faut ou il ne faut pas. C'est nous qui choisirons. Et c'est nous les femmes qui nous choisirons notre droit. Document a été réalisé par des femmes iraniennes et des femmes en mouvement avec elles. این فیلم مستند توسط زنان ایرانی و زنان همدوش آنها در مبارزه تهیه شده.